با نام یاد خدا، محمد عمران هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر. خدمت شما هستیم با آموزش عکاسی محصول با موبایل. این حوزه از اون جهت های اهمیت هستش که با گذر زمان دوربین های تلفن همراه به قدری پیشرفت کردند که امروزه میتونیم از اونها برای عکاسی محصول در شبکه های اجتماعی و وبسایت ها استفاده بکنیم. اگر شما در صدد ایجاد یک کسب و کار خانگی هستید و یا قصد دارید از این طریق کسب درآمد بکنید، این دوره برای شما مفید خواهد بود. در این دوره سعی شده مفاهیم اولیه عکاسی محصول مثل نور و رنگ تا مفاهیم حرفه‌ای تر در این حوزه به زبان ساده گفته بشه. فصل یکم رو با مقدمات عکاسی آغاز می‌کنیم. دنیای نور و سایه. نور به عنوان کلید عکاسی شناخته میشه و بدون اون عملاً ثبت تصویر غیر ممکن خواهد بود. نقش نور در عکاسی رو ابتدا میآموزیم و بعد از اون با انواع منبع نور آشنا خواهیم شد. انواع نور پردازی رو با هم مرور میکنیم و میفهمیم که هر روش نور پردازی و هر منبع نور در حس نهایی ما چه تأثیری خواهد گذاشت. نور به عنوان کلید عکاسی شناخته میشه. همونطور که گفتم، نور تعیین میکنه که ما چه چیزی رو ببینیم. مادامی که نور به سوژه برخورد نکنه و بازتاب اون به سنسور دوربین ما نرسه، عملا نمیتونیم سوژه ای رو داشته باشیم. نور به هر قسمتی از سوژه که بتابه، ما میتونیم اون قسمت رو داشته باشیم و این گونه تعیین میکنه که چقدر از سوژه رو ببینیم. قسمت هایی از سوژه هستن که نور به اونها تابیده نمیشه و یا به اصطلاح سایه میخورن. اما شیوه هایی هم هستش که اگه نور به اونها تابیده نشه، عملا اون قسمت از سوژه مشخص نیست، مثل نور پردازی یک طرفه. نور تعیین میکنه که ما سوژه رو چطور ببینیم. در نور پردازی میتونیم حس دریافتی از تصویر رو تغییر بدیم و کاری بکنیم که یک سوژه در شرایط یکسان اما با نور پردازی متفاوت حس‌های متفاوتی رو به مخاطب القا بکنه. منابع نور به طور کلی به 5 شیوه قابل تقسیم هستند. نوع اول درخشش اونهاست. نورهایی مثل لامپ‌های تنگستن و یا خورشید در مواقع خاصی از روز نورهای درخشنده هستند. درخشنده بودن و پخشنده بودن نور ارتباطی با اندازه اون نداره. شما میتونید با یک لامپ تنگستن و قرارگیری اون نزدیک یک سوژه انسانی متوجه تفاوت نور پخشنده و درخشنده بشید. در نورهای درخشنده سایه ها بسیار تیز و محکم هستند و به همین دلیل جزئیات سوژه بیشتر به نظر میاد. اگه در حوزه محصولات آرایشی دارید عکاسی میکنید، این مورد بسیار مهم هستش. در مقابل نور پخشنده نوریه که به صورت یک دست در تابیده میشه و سایه های نرمتر ایجاد میکنه، مثل نور لامپ مهتابی و یا نور خورشید در همین اتاقی که من دارم ضبط رو انجام میدم. سایه های نور پخشنده سایه هایی هستن که جزئیات سوژه رو خیلی نرمتر نشون میدن و اونها رو محفتر میکنن. منابع نور از نظر جهت تابش دارای 6 جهت اصلی روبرو، کناره ها، عقب، بالا و پایین هستن و همچنین جهت‌های فرعی مایل و زاویه‌داری هم وجود دارند. در حوزه عکاسی محصول بسته به نوع محصول ما و نیتی که از عکاسی داریم، ممکنه برخی از این زاویه‌ها کاربردی نباشند و برخی از اونها بیشتر کاربردی باشند. از نظر شکل نور، ما تقسیم‌بندی‌هایی مثل نورهای موازی و محیطی داریم، مثل نور مهتابی و یا نور یک دستی که در یک محیط در جریانه، و همچنین نورهای نقطه‌ای و مخروطی. لامپ‌های ادیسونی که ممکنه توی مغازه‌ها به عنوان تزئینی ببینید و یا مثل نمونه‌ای که اینجا وجود داره، نورهای نقطه‌ای نامیده میشن و اگر روی یک منبع نور یک شی مخروطی نصب بکنیم، اونجا یک نور مخروطی خواهیم داشت، مثل چراغ مطالعه. منابع نور به طور کلی و از نظر ریشه وجودیشون به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشن. تنها منبع طبیعی که در حوزه عکاسی محصول با موبایل برامون مفید خواهد بود خورشیده و مزیت اون رایگان بودن اونه. اما نقطه ضعف خورشید اینه که وابسته به زمان و شرایط جویه. در زمانهای گلدن تایم، یعنی اوایل روز و اواخر روز، شما بهترین زمان ممکن و بهترین شرایط ممکن رو برای عکاسی دارید و اگه این شرایط رو از دست بدید، مجبورید
24 ساعت آینده صبر بکنید و دوباره به اون شرایط برسید، اگر شرایط جوی مثل سابق باشه. اما در مقابل نورهای مصنوعی نورهایی هستند که با صرف هزینه شما میتونید جلوه‌های نوری گوناگونی درست بکنید و کنترل زیادی روی منابع نوریتون داشته باشید. منابع نور از نظر دمای نور به دو دسته سرد و گرم تقسیم میشن و واحد اندازه‌گیری اونها کلوین هستش. فارغ از دنیای علم، کلوین در دنیای عکاسی برعکس عمل میکنه. هرچقدر که دمای کلوین شما بالاتر بره، تصویر شما آبی تر میشه و یا به اصطلاح سرد تر میشه. و هرچقدر دمای نور شما پایین تر بره، تصویر شما قرمزتر، زردتر و نارنجی تر میشه و یا به اصطلاح گرمتر میشه. دمای نور در حوزه عکاسی محصولات به ویژه عکاسی مواد غذایی بسیار مهم هستش. انواع نورپردازی در عکاسی محصولات رو خواهیم داشت. نورپردازی تخت یا فلت لایتینگ، نورپردازی یک طرفه یا اسپلیت لایتینگ، نورپردازی از حاشیه یا ریم لایت، نورپردازی های کی و لو کی و نورپردازی رامبراند. در نورپردازی تخت عموماً نور یک دستی از بالا به سوژه یا سوژه های ما تابیده میشه که روی یک میز یا سطح صاف چیده شدن. ویژگی نور تخت یا فلت لایت اینه که سایه های نرمی ایجاد میکنه و به خاطر اینکه کاملاً یک دست هستش، سوژه های ما و حس کلی تصویر ما رو دوستانه تر نشون میده. اگر سوژه هایی مثل اکسسوری، وسایل خانگی و یا سوژه های پلاستیکی دارید، نورپردازی تخت یکی از گزینه های بسیار مطلوب هستش. در مقابل اما نورپردازی یک طرفه، نورپردازی هستش که در اون منبع نور یک سمت سوژه قرار داره و از یک سمت اون رو روشن میکنه. در مقابل سمت دیگه سوژه با وجود سایه های بسیار تیز و واضح تاریک میمونه و این باعث میشه یک احساس دراماتیک و مرموزی به سوژه بده. اگه قصد معرفی یک محصول دیجیتالی رو دارید، نورپردازی یک طرفه گزینه خوبیه. همچنین نورپردازی حاشیه‌ای هم برای عکاسی از محصولات الکترونیکی و محصولات صنعتی و چیزهایی از این قبیل که حس مشابهی رو میخوان منتقل بکنن گزینه خوبیه. نورپردازی حاشیه یا ریم لایت نورپردازیه که از پشت به سوژه نور میدن و این باعث میشه لبه‌های سوژه روشن و واضح بشه و خود سوژه به عنوان یک چیز مرموز دیده بشه. به طور مثال توی اینجا شما میدونید که به خاطر نور حاشیه‌ای که به این سوژه داده شده، اون یک دوربین عکاسیه. اما اینکه چه نوع دوربینیه و چه کاربردهایی داره مثل یک معما میمونه و این برای معرفی محصولات گزینه خوبیه. نورپردازی های کی و لو کی عبارت هست از نورپردازی هایی که عموماً با یک منبع نور انجام میشه. در نورپردازی لو کی از یک منبع نور سخت استفاده میشه، منبع نور درخشنده که سایه های بسیار تیز و واضحی ایجاد بکنه. تمرکز تصویر روی مباحثی مثل سایه، تاریکی و رنگ های تیره است. همچنین احساسی که به تصویر داده میشه احساس دراماتیک و مرموز بودنه. توصیه میشه در نورپردازی لو کی از پس زمینه ها و پیش زمینه های سفید استفاده نکنید. در مقابل اما نورپردازی های کی رو داریم. در نورپردازی های کی کاملا برعکس لو کی، پیش زمینه و پس زمینه سفید هستند. تمرکز های کی روی القای حس مثبت و دوستانه است و همچنین روشنایی کم کنتراست ایجاد میشه. سایه هایی که ایجاد میکنیم باید باشن، برعکس نورپردازی فلت که ممکنه اصلا سایه نداشته باشیم. در نورپردازی لو کی باید سایه وجود داشته باشه، اما به میزان بسیار کم. در حوزه عکاسی محصول وقتی میخواییم از یک میز صبحانه و یا مواد غذایی عکاسی بکنیم، به خصوص عکاسی وسایل نوزاد، نورپردازی های کی گزینه بسیار خوبیه به خاطر حسی که به مخاطب القا میکنه. نورپردازی رامبراند یکی از نورپردازی هاییه که با چند تا نور به سوژه انجام میشه. بسته به سوژه و نیتی که داریم، نورپردازی رامبراند با استفاده از سه منبع نور انجام میشه. نور اول نور کی لایت ما خواهد بود، نور اصلی ما که شدتش از بقیه نورها بیشتره. اگر دوربین رو اینجا تصور بکنیم، کی لایت همیشه در زاویه 45 درجه اون قرار داره و 45 درجه مخالف اون نور دیگه ای از همون جنس کی لایت ولی با شدت کمتر قرار میگیره به نام فیل لایت. اگه کی لایت تنها استفاده بشه، با
باعث میشه یک سمت سوژه تاریک در بشه و سایه های سختی ایجاد میشن. فیلد لایت کاری که میکنه اینه که سایه ها رو نرمتر میکنه و همچنین بک‌گراند لایت یا بک لایت سوژه رو از پس زمینه جدا میکنه. عموماً بک لایت رو در پشت سوژه قرار میدن تا سوژه از بک‌گراند جدا بشه، اما میشه اون رو زاویه دار هم قرار داد. با روش های نورپردازی و نوع نورهایی که یاد گرفتیم، اثر نور در حس عکس رو با هم یاد میگیریم. اینکه دمای نور ما چقدر باشه، نور ما گرم باشه یا سرد باشه، باعث احساس سکون و تحرک میشه. نور سرد احساس سکون و پایداری رو میده. نور گرم احساس تحرک، جنب و جوش و تحریک‌آمیز بودن رو القا میکنه. و همین خاطره که در محصولات غذایی از نور گرم استفاده میشه تا احساس گرسنگی بیننده رو تحریک بکنه. اما در مقابل از نور سرد ممکنه برای عکاسی محصولات دیگه ای استفاده بکنیم تا احساس پایداری در اونها ایجاد بشه. سایه‌ای که نور ما ایجاد میکنه روی جنس و حس اون اثر میذاره. به طور مثال در چند تا اسلاید قبل‌تر در اینجا نوری که به سوژه تابیده شده یک نوع نور سخته و همین دلیله که قسمت‌هایی که بافت خاصی دارن بیشتر نمایان شدن و این بافت احساس زبر بودن رو میده. در مقابل اگه از یک نور نرم استفاده بکنیم سوژه ما نرمتر میشه، احساس میکنیم که این سوژه جنس لطیفتری داره. تنظیم سفیدی یا وایت بالانس در تصویر بسیار مهمه. بسته به مکانی که داریم از اون عکاسی میکنیم، چه یک فضای داخلی باشه، چه هوای ابری باشه، گرم باشه، سرد باشه و یا نورهایی که استفاده میکنیم، تنظیم سفیدی روی شبیه‌سازی محیط ما اثر میذاره. خیلی مهمه که وایت بالانس تصویر شما تنظیم شده باشه و اون رو روی حالت‌های مختلف آماده امتحان بکنید. تأثیر رنگ و فضای نور ما. این مورد رو در درس بعدی یعنی روانشناسی رنگ‌ها یاد خواهیم گرفت. هر رنگی در نور ما میتونه یک حس خاص و یک پیام خاصی رو منتقل بکنه و به شناخت ما از اون فضای تصویری که داریم می‌گیریم کمک کنه. در درس پیشین با اثر نور و نورپردازی و تأثیر اون در عکاسی آشنا شدیم. در پایان درس قبل شناختیم که رنگ میتونه بر فضا و شناخت ما از اون اثر بذاره. روانشناسی رنگ ها رو با مباحثی همچون نقش رنگ در عکاسی، ارتباط رنگ و حس دریافتی ما، دایره نیوتن و ترکیب های رنگی گوناگون خواهیم گذراند. رنگ در عکاسی عامل زندگی بخشیدنه. ما بدون رنگ هم میتونیم عکاسی کنیم، بدون رنگ هم میتونیم نقاشی کنیم، بدون رنگ هم میتونیم فیلم بسازیم. اما این رنگه که تأثیر بسزایی بر روی حس دریافتی ما از تصویر میگذاره. رنگ مثل عامل زندگی بخشیدن عمل میکنه. با کمک رنگ ها و معانی گوناگون اونها میتونیم پیام های مختلفی رو به بیننده القا بکنیم. رنگ روی درک ما از محیط اثر میذاره. بسته به اینکه چه رنگی رو، چه ترکیبی و چه شدتی از اون رنگ ها رو بر تصویرمون اعمال بکنیم، حالا چه عکاسی باشه و چه حوزه های گرافیک و فیلمسازی، روی درک ما و اینکه چه احساسی از اون تصویر میگیریم اثر میذاره و در نهایت کمک میکنه که بتونیم پیاممون رو راحتتر و زیباتر به مخاطب برسونیم. به همین دلیل معنای بسیاری از رنگ ها رو میتونیم اینجا داشته باشیم. رنگ قرمز به عنوان یکی از رنگ های بسیار اثرگذار در حوزه های مختلف، بیانگر انرژی، حرکت، تحریک کننده اعصاب، گرسنگی و هیجانه. به همین علته که برندهای مواد غذایی خیلی هاشون مثل مک‌دونالد از رنگ قرمز استفاده می کنند. در حوزه های گوناگون مثل جشنواره ها از رنگ قرمز به عنوان بیانگر انرژی داشتن استفاده می شه. در کنار اون رنگ زرد رو داریم. رنگ زرد و قرمز هر دوشون در گروه رنگ های مشابهی قرار می گیرند. اما رنگ زرد انرژی به مراتب کمتر داره و این انرژی اون رو پازیتیو تر یا مثبت تر می کنه. به همین علته که از رنگ زرد به عنوان رنگ ضد افسردگی هم یاد میشه.
این رنگ برعکس قرمز بیانگر هیجان خوب و کنترل شده است. رنگی که شادی رو به ارمغان میاره و همچنین اگه دیده باشین توی تابلوهای اعلان خطر میتونه باعث جلب توجه هم بشه. رنگ سبز به عنوان گرمای سرد شناخته میشه. در واقع در اسلایدهای بعدی یاد میگیریم که رنگ‌ها مثل نورها گرم و سرد دارن و رنگ سبز به عنوان گرمترین رنگ سرد شناخته میشه. یعنی بین رنگ‌های سرد گرمترینشون رنگ سبزه. رنگی که توی طبیعت بسیار زیاده و به همین دلیل بیانگری از سلامتی، طبیعی بودن و آرامشه. به همین دلیله که محصولاتی که میخوان حس دوستدار محیط زیست بودن رو القا بکنن و محصولاتی که ارگانیک هستن عموماً موقع عکاسی براشون از رنگ سبز بیشتر استفاده میشه. رنگ نارنجی پر انرژی تر از رنگ زرد و کمتر از رنگ قرمز. رنگی که بیانگر نشاط، سرزندگی، سرگرمی و ذوق. اکسسوری های اسباب بازی و سوژه هایی که بیانگر انرژی زیاد هستند مثل ابزارهای سرگرمی و چیزهایی از این قبیل از رنگ نارنجی استفاده میکنند. اگه میخواید احساسی مثل تفریح کردن رو به مخاطب القا کنید، رنگ نارنجی ایده بسیار خوبیه. رنگ آبی سردترین رنگ ممکن. رنگ آبی به واسطه نقش اون توی طبیعت یعنی آسمان بیانگر امنیت، سردی، تعادل و آرامشه. محصولاتی که قصد دارن به مخاطب این حس رو بگن که شما با داشتن این محصول در یک آرامش، در یک امنیت خاصی قرار میگیرید، از رنگ آبی استفاده میکنن. آنتی ویروس ها رنگ آبی دارن. اپلیکیشن هایی که مربوط به حوزه امنیت هستن رنگ آبی دارن و همچنین سوژه هایی که مربوط به چیزهای اینچنینی هستن. یعنی قصد دارن اعتماد رو به مخاطب القا بکنن. به همین دلیل که روی فضای آبی عکاسی میکنن. رنگ قهوه‌ای مثل رنگ کوه‌ها و درختان با توجه به نقششون توی طبیعت نمایی از قدرت، بلوغ، صداقت و در عین حال سادگیه. محصولات طبیعی مثل اکسسوری هایی که با چیزهای طبیعی ساخته شدن مثل مبلمان و چیزهای از این قبیل روی پسزمینه قهوه‌ای موقع عکاسی این حس رو به مخاطب میدن که این محصول نمایی از سادگی و صمیمیت و قدرت. در مقابل ما رنگ‌های مدرن‌تری رو هم داریم مثل رنگ بنفش. در گذشته ساختن رنگ بنفش از مواد طبیعی کار دشواری بوده. به همین خاطر عموماً افراد بالای جامعه مثل ثروتمندان و پادشاهان بیشتر از این رنگ استفاده می‌کردند. امروزه این رنگ نمایی از ثروت که از گذشته بهش رسیده، شجاعت، معنویت، سلطنت و خلاقیت. محصولاتی که خیلی مدرن‌تر هستند و قصد دارن که نوجوان پسندتر به نظر برسن از عکاسی در رنگ بنفش استفاده میکنن. این رنگ همچنین در رسانه‌های مختلف به عنوان رنگ‌های جادویی هم استفاده شده و شخصیت‌ها و محصولاتی که می‌خواستن احساس جادویی بودن رو القا بکنن هم از رنگ بنفش استفاده میکنن. رنگ صورتی نمایی از مراقبت، محبت و خوشبینیه. به همین دلیله که توی عکاسی نوزاد و وسایل نوزاد از رنگ صورتی استفاده میشه. این رنگ یک نوع حس زنانگی و مادرانه هم داره. رنگ‌های مشکی، خاکستری و سفید که به عنوان رنگ‌های خونسا شناخته میشن، رنگ‌هایی هستند که خلوص، فضیلت، صلح و بیروح بودن رو میرسونن. این رنگ‌ها احساس خونسایی دارن، اما روی وسایل و ابزارهای الکترونیکی مثل تلفن‌های همراه، گجت‌های هوشمند و چیزهای از این قبیل خیلی احساس خلوص و فضیلته. به همین دلیله که گجت ها در رنگ اصلیشون امروزه به این رنگ ها بیشتر تولید و به فروش میرن. اگر رنگ های رنگین کمان رو در نظر بگیریم و اونها رو به صورت یک دایره در بیاریم، به دایره میرسیم که به اسم دایره نیوتن معروفه. در این دایره سه رنگ اصلی وجود دارن به عنوان رنگ های اصلی موجود در طبیعت. رنگ هایی که به صورت خالص موجودن و از ترکیب رنگ دیگه‌ای درست نشدن، رنگ‌های آبی، قرمز و زرد. اما این رنگ‌ها برای دنیای رنگی ما کافی نیستن.
زمانی که دو رنگ اصلی رو با هم ترکیب می کنید یک رنگ ثانویه ایجاد میشه. ترکیب رنگ زرد و قرمز رنگ نارنجی رو ایجاد میکنه و ترکیب رنگ آبی و زرد رنگ سبز رو ایجاد میکنه. همچنین رنگ بنفش از ترکیب رنگ قرمز و آبی ایجاد میشه. برای ترکیب های بیشتر کافی یک رنگ ثانویه رو با یک رنگ اصلی دوباره ترکیب بکنید تا یک رنگ جدیدتر مثل سبز کم رنگ ایجاد بشه. محیط این دایره پر رنگ ترین حالت هر رنگ رو نشون میده و هر چقدر که از این دایره به سمت مرکز نزدیکتر میشیم شدت این رنگ ها کمتر میشه تا نهایتا به سفید که ترکیب تمامی رنگ های رنگین کمان هستش میرسه. همونطور که میدونید رنگین کمان حاصل تجزیه نور رنگ سفید خورشیده. در این چرخه تمام رنگ هایی که در سمت راست قرار دارن به عنوان وارم کالرز یا رنگ های گرم شناخته میشن و تمام رنگ هایی که سمت چپ قرار دارن به عنوان رنگ سرد شناخته میشن. اما فقط استفاده از یک رنگ در عکاسی مؤثر نیست. ما از ترکیبی از رنگ ها همواره در تمام حوزه های عکاسی و هنرهای دیگه استفاده میکنیم. یکی از رایج ترین اونها ترکیب تک رنگ یا مونوکروم هستش. ترکیب تک رنگ در واقع یکی از خانواده رنگ ها رو انتخاب میکنه و شدت های مختلف اون رو توی عکاسی به کار میبره. به طور مثال در اینجا ما از خانواده رنگ قرمز استفاده کردیم برای توت فرنگی، پس زمینه، ظرفی که توت فرنگی ها در اون قرار گرفتن و همچنین نگهدارنده که در اینجا میتونه هر چیزی باشه. رنگ های هم خانواده در واقع استفاده از رنگ های دایره نیوتن به صورت کنار هم هستش. به طور مثال در این عکاسی محصول از کفش ما از خانواده رنگ سبزابی استفاده کردیم که این ناحیه رو شامل میشن. دقت کنید که رنگ های خونسا در عکاسی چه نقشی دارن. رنگ های خونسا علاوه بر این که میتونن جلب توجه بکنن باعث متعادل تر شدن اون عکس شما میشن. به طور مثال در اینجا کفش ما به رنگ سبز بر روی پس زمینه آبی قرار داره و علامت نایکی که روی اونه به رنگ مشکی که یک رنگ خونساه وجود داره. به همین دلیل چشم رو به راحتی به سمت خودش جلب میکنه. همچنین رنگ‌های خونسا به ما کمک می‌کنن که سوژه رو بهتر از پس زمینه تفکیک بکنیم و همه چی تخت و یک نواخت نشه. استفاده از رنگ‌های مکمل به صورت روبروی هم یکی دیگه از شیوه‌های ترکیب‌های رنگی در عکاسی محصوله. رنگ‌های روبروی هم مکمل همدیگه هستن. به طور مثال معروف‌ترین اونها آبی و قرمز. این رنگ‌ها به صورتی استفاده میشن که تضاد بین سوژه ها به نهایت خودش برسه و سوژه رو به خوبی از پس زمینه خودش جدا میکنه. نوع دیگه ای از ترکیب های رنگی در عکاسی محصول ترکیب رنگی مثلثی. ما دو نوع ترکیب رنگی مثلثی داریم. یکی از اونها ترکیب رنگی مثلث متساوی الاضلاع که ما یک مثلث با سه ضلع برابر رو بر روی دایره نیوتن قرار میدیم و رأس های اون رو به عنوان رنگ هامون انتخاب میکنیم. این مورد باعث میشه فاصله بین رنگ های یکسان باشه و رنگ هایی که انتخاب میشن همدیگر رو خونسا میکنن. اینجا به یک رنگ خونسای دیگه مثل سفید، خاکستری و مشکی نیازه و یا هر رنگ دیگه‌ای که به میزان کم استفاده بشه و توجه رو جلب کنه. نوع دیگه ای از استفاده رنگ های مثلثی موردی که توی این تصویر وجود داره. توی این تصویر از رنگ آبی، رنگ قرمز و رنگ زرد استفاده شده که باعث ایجاد یک مثلث متساوی و ساقین میشه. وجود این مثلث اینطوریه که دو تا از رنگ ها نزدیک همدیگه هستن و به صورت یکسان عمل میکنن، در مقابل رنگ سوم از اونها فاصله بیشتری داره و به نوعی مکمل اونها به حساب میاد. این کار باعث افزایش عمق در تصویر میشه. عدد گذراندن شناخت رنگ ها و ترکیب های اونها به سراغ فصل بعدی یعنی قاب بندی و ترکیب بندی در عکاسی خواهیم رفت. قاب و ترکیب بندی در عکاسی. در این فصل ما مباحثی همچون نقش ترکیب بندی در عکاسی و ترکیب بندی های محبوب رو مورد بحث قرار خواهیم داد و هر کدوم رو یاد خواهیم گرفت. شما میتونید بدون استفاده از رنگ ها هم عکاسی کنید. همچنین میتونید بدون استفاده از ترکیب بندی هم عکاسی کنید. همونطور که رنگ ها برای ایجاد حس در
عکاسی و شاخه های دیگه هنرهای بصری استفاده میشن، ترکیب بندی هم عامل ایجاد یک روایت و نظم در عکاسیه. علت این که چشمان ما در مدت زمان طولانی با قواعد خاصی که بعدها کشف و ثبت شدن تربیت یافتند، دونستن قواعد ترکیب بندی به ما کمک میکنه که روایت بهتر و ارتباط پویاتر و درستری بین عناصر در تصویرمون ایجاد کنیم. بنابراین لازمه که مبحث وزن بصری رو یاد بگیریم. وزن بصری به این معناست که توی یک قاب که اون رو مشاهده میکنید، کدوم قسمت، کدوم سوژه باعث میشه که چشم شما زودتر اون رو ببینه. در واقع کدوم سوژه زودتر جلب توجه میکنه. به اصطلاح میگیم وزن بصری اون سوژه یا اون قسمت از تصویر بالاست. وزن بصری با استفاده از کنتراست و تضاد بین سوژه ها و پس زمینه و چیزهایی از این قبیل ایجاد میشه. اگر قرار باشه که با استفاده از رنگ وزن بصری ایجاد کنیم، باید بدونیم که فام، دما و اشبای رنگ روی اون موثره. اینکه چه رنگی رو استفاده بکنیم، رنگ اصلی یا رنگ فرعی، اینکه دمای اون رنگ چی باشه، سرد باشه و یا گرم باشه. رنگ‌های اصلی و رنگ‌های گرم با اشباع بالا، یعنی شدت زیاد، یعنی اینکه توی دایره نیوتن هر چقدر به لبه ها نزدیک‌تر بشیم، سچوریشن رنگ‌ها بیشتر میشه. با این ترکیب و این چیزهایی که گفتم، وزن بصری سوژه‌ای که به اون رنگ هستش زیاد میشه. اشکال منظم وزن بصری متعادل تری دارن، چرا که چشمان ما نظم رو به خودی خود میپذیرن. در مقابل اشیاء پیچیده وزن بصری بیشتری خواهند داشت. از نظر فیزیکی اگر جسم ما تو دنیای واقعی شگالتر، سنگینتر، متراکمتر، دارای بافت مشخصتری هم باشه، وزن بصری اون هم افزایش پیدا میکنه در مقابل سوژه های دیگه. دقت کنید که وزن بصری خیلی بستگی داره که شما چه سوژه ها و سوژه ها رو در چه پس‌زمینه هایی قرار میدید. در ادامه قراره که ترکیب بندی های محبوب رو مورد بررسی قرار بدیم و توی اونها میفهمیم مکان و جهت گذاشتن سوژه های ما توی قاب چقدر میتونه روی وزن بصری اونها اثر بذاره. عمق میدان ساده ترین چیزیه که میتونه به عنوان وزن بصری گفته بشه. در عمق میدان شما تعیین میکنید که کدوم فاصله و کدوم قسمت از سوژه ها شفاف باشن و کدوم اونها تار باشن. به همین سادگی وزن بصری اون قسمت هایی که شفاف هستن بیشتر میشه. اندازه هم روی وزن بصری اثر گذاره، اما دقت بکنید اگر قراره که یک سوژه بزرگی در قابتون باشه، باید کل اون سوژه در قابتون حضور داشته باشه و سوژه های کوچیک هم در قابتون باشن. اینکه بخشی از سوژه بزرگ در قاب شما باشه و فوکوس شما یا عمق میدان شما بر سوژه های کوچیک تمرکز بکنه، خود به خود اون سوژه های کوچیکن که وزن بصریشون زیاد میشه. پس برای مقیاس پذیری بیشتر توصیه میشه که کل سوژه بزرگ داخل قابتون باشه، مگر اینکه مکان و جهت اون رو بتونید طوری تنظیم بکنید که بخشی از اون در قاب وجود داشته باشه. مثال هایی از رنگ رو مشاهده میکنید. من گفتم رنگ های گرم وزن بصری بیشتری دارن، اما در صورتی که یک رنگ گرم میان رنگ‌های سرد باشه. اینجا موضوع کنتراست مطرحه. رنگ‌های گرم وجود دارن. تمام پس‌زمینه ما قرمز، اما اون قسمتی که وزن بصری بیشتری داره و تصویر رو متعادل می‌کنه، در تقابل با فضای بیرون خودش این برگه سبزه. شکل‌ها و قسمتی که توی موارد قبل نگفتم نوشته‌ها هستن. نوشته‌ها وزن بصری زیادی دارن، چرا که ما زبان رو یاد می‌گیریم و باهاش محاوره می‌کنیم. به همین علت شناختی که ازش داریم و عادتی که به چشم‌هامون دادیم اینه که نوشته‌ها رو سریع‌تر توی تصاویر پیدا می‌کنیم. همچنین اینجا می‌بینید که اندازه یک جسم بزرگ مطرحه، ولی چون که فوکوس اصلی روی جسم کوچیک و نوشته اونه، وزن بصری اون بیشتره. در این قسمت هم فیزیک رو مشاهده می‌کنیم و در این حال یک تعادل و تقابلی مطرحه. جرم و چگالی توپ بولینگ بیشتر از توپ بسکتباله، پس وزن بصری اون هم بیشتره، اما روی توپ بسکتبال متنی نوشته شده و وزن بصری متن هم بالاست، پس این دو در یک تعادل خیلی خاص قرار.
در ادامه ترکیب بندی های محبوب رو که یاد گرفتیم خواهیم فهمید که قرار دادن سوژه ها در مکان های خاص در قاب باعث ایجاد وزن بصری میشه. علاوه بر اون چشمان ما عادت دارن بعد از اینکه تصویر رو از وسط به دو نیم کردن و یک خط فرضی ایجاد کردند به سمت چپ متمایل بشن. در اینجا هم نمونه ای از عمق میدان و وزن بصری متنها رو مشاهده میکنیم و بعد از اون وزن بصری مقیاس پذیری و اندازه. همونطور که مشاهده میکنید یک سوژه بزرگ در تصویر وجود داره و برای اینکه با سوژه های کوچیک اون تراز بشه نیازه که نه از یکی نه از دوتا بلکه از 4 تا سوژه کوچیک هم نوع خودش استفاده بشه تا تصویر در یک تعادل قرار بگیره. این کاملا بسته به انتخاب و نیت شماست و تجربی به دست میاد. مبحث ریتم در عکاسی به این صورته که توی قاب شما از یک شی مشخص تکرار صورت بگیره. اونها رو با فاصله‌های مشخص بچینید باعث ایجاد ریتم میشید. ریتم میتونه حرکت ایجاد بکنه و انرژی تصویر رو بالا میبره. تصاویر دارای ریتم یک نواخت تکاملی، موجدار و یا تناوبی میتونن باشن. ریتم یک نواخت رو بارها و بارها دیدیم. فنس ها، دیوارکشی ها و چیزهای از این قبیل ریتم های یک نواخت دارن. سوژه های یکسانی که با فاصله ها و الگوی یکسان تکرار شده. ریتم تناوبی یعنی این که میان همون ریتم یک نواخت با فاصله مشخص یک تغییر یکسان رخ میده. باز دوباره به ریتم قبلی برمیگردیم و با فاصله مشخص همون تغییر دوباره رخ میده. به این ریتم ها ریتم های تناوبی میگن. ریتم های تکاملی ریتم هایی هستند که از یک جا شروع میشن و تا قسمتی از کادر و یا کلش ادامه پیدا میکنن. سوژه ها در این ریتم میتونن به مرور کوچیک بشن، کامل بشن، تخریب بشن و یا هر تغییر دیگه ای رو روی خودشون اعمال کنن. ریتم های مواج اما ریتم هایی هستند که مثل موج دریا یا شن های بیابانن. این ریتم ها میتونن از نوع تکاملی باشن، میتونن یک نواخت باشن یا میتونن تناوب داشته باشن. تنها ویژگی اونها اینه که به صورت موج هستن. در حوزه عکاسی محصول با موبایل ممکنه کمتر با ریتم موجدار روبرو بشید، اما میتونید از ریتم‌های تکاملی، یک نواخت و تناوبی برای گیرایی بالای تصاویرتون استفاده بکنید. اما ترکیب‌های محبوب و محبوب‌ترین ترکیب‌بندی‌ها یعنی ترکیب یک سوم. شما به سادگی هر تلفن همراه هوشمندی که داشته باشید میتونید از قسمت گرید اپلیکیشن موبایلتون این ترکیب بندی رو فعال بکنید. این ترکیب بندی تصویر شما رو به 9 قسمت برابر تقسیم میکنه و محلهای تقاطعی که ایجاد میشن جاهایی هستن که باید سوژتون رو بذارید. به مرور زمان توی شاخه های مختلف هنرهای بصری ما متوجه شدیم که اگه دارید از سوژه هاتون کلوزآپ یا تصویری از انسان در حالت کلوزآپ میگیرید چشم ها بهتره در 2 نقطه بالا باشن. اگه دارید منظره میگیرید بهتره که این 2 نقطه پایین سطح زمین باشن و اگه دارید از هر چیزی عکاسی میکنید بهتره که روی یکی از این نقاط یا 2 تا و یا حتی 3 تای اونها باشه. شبکه فی نوعی از تقسیم بندی که از معلومات ریاضی به دست اومده و تمرکزی بر روی مرکز تصویر داره. برخلاف قانون 1/3 شبکه فی در دنیای واقعی و طبیعت بیشتر استفاده شده. از این رو اگه قراره که روی مرکز سوژه یا محصولی تمرکز بکنید شبکه فی گزینه خوبیه. اما نسبت طلایی چیه؟ شبکه فی رو به یاد بیارید. اگر در شبکه فی کمانی به اندازه اضلاع مربع موجود درست بکنیم مثل این مربع و این کمان رو ادامه بدیم و باز هم مربع‌هایی با تقسیم‌بندی‌های قاعده شبکه فی ایجاد بکنیم یک مارپیچ به اسم مارپیچ فیبوناچی خواهیم داشت. نیازی به حفظ کردن این قاعده نیست و تمام این نسبت ها و تقسیم بندی ها رو میشه با اپلیکیشن های آماده روی دوربینتون داشته باشید، به خصوص اگر دارید از سپایه برای عکاسی استفاده میکنید. قاعده به این صورته که متراکم ترین و نقطه عطف تصویرتون باید در درونی ترین قسمت مارپیچ باشه. بعد از اون زمانی که مارپیچ به تدریج باز میشه به قسمت‌های خلوت و دوباره به قسمت‌های شلوغ کادر میاد و دوباره میره به قسمت‌های خلوت. این مورد برای هدایت کردن چشم بسیار مفید و جالبه. علاوه بر اون یک مقدار نیاز به تمرین داره. خطوط راهنما خطوطی هستن مثل خطوط راه آهن، خطوط خیابان و
راه پله ها و چیزهایی از این قبیل که چشم ها رو به یه گوشه هدایت میکنن. شما میتونید خودتون این خطوط را بسازید و یا اینکه از وجود طبیعی اونها استفاده بکنید. تکنیک قاب در قاب در تصاویر به این صورته که شما یک قاب کلی در تصویرتون دارید. حالا با استفاده از هر سوژه توخالی دیگه یک قاب ایجاد میکنید و میتونید درون اون قاب سوژه‌تون رو بذارید و یا اینکه باز هم قاب‌های داخلی و تو در تو ایجاد کنید. این تکنیک تصویر رو لایه لایه میکنه و به اندازه هر چند قاب که ایجاد کردید بهش بُعد و عمق میده. تکنیک تقارن ساده ترین ترکیب بین ترکیب بندی های عکاسیه. تقارن میتونه عمودی، افقی، به صورت انعکاس یک جسم داخل آینه، به صورت انعکاس اون داخل آب و چیزهایی مثل این باشه. به طور مثال در اینجا ابزارهای فنی رو به صورت متقارن و با شکل منظمی تقسیم بندی کردن که به ذهن احساس نظم میده. در قسمت‌های بعدی به سراغ مبحث فنی موبایل گرافی خواهیم رفت و خواهیم فهمید که دوربین‌های ما چه ویژگی‌هایی دارند. در فصل قبل با مباحث نور، رنگ و ترکیب بندی آشنا شدیم که به ترتیب الفبای عکاسی و مقدمات هنرهای بصری هستند. اما در این فصل عمیق‌تر میشیم و یاد میگیریم که ابزارهای در دست ما یعنی دوربین‌های موبایلمون چه قابلیت‌هایی دارن و چطور میتونیم از اونها استفاده بکنیم. پس در این درس کوتاه به سراغ مبحث مهم عمق میدان خواهیم رفت. یاد میگیریم که عمق میدان چه تأثیری بر عکاسی ما میذاره و از نظر فنی چطور عمل میکنه و ما باید چطور ازش استفاده کنیم. عمق میدان تعیین کننده یا این موضوع هستش که چه میزان از فضایی که در تصویر ما قرار داره واضح باشه و چه میزان از اون تار و یا به اصطلاح فلو باشه. به طور مثال در این تصویر چکش به گونه‌ای قرار داده شده که بخشی از اون عقب‌تر و بخشی از اون جلوتره و عمق میدان ما طوری تنظیم شده که قسمت فلزی چکش واضح باشه و سمت عقب اون به تدریج تار بشه. پس عمق میدان تعیین میکنه که چه میزان از تصویر رو واضح ببینیم و یا به طور کلی چه چیزی رو بتونیم واضح مشاهده کنیم. عملکرد عمق میدان به لحاظ فنی با متغیرهایی همچون دریچه دیافراگم، فاصله از سوژه، فاصله کانونی لنزمون و فوکس کردنمون بستگی داره. اگر دریچه دیافراگم لنزی که استفاده می کنیم هر چقدر بازتر باشه، محدوده عمق میدان ما کوچیک‌تر خواهد بود. اسم این محدوده DOF یا Depth of Field هستش. درون این محدوده فضایی وجود داره به نام پوینت اند فوکس که ما میتونیم با جابجا کردن دستی و یا لمسی فوکس در موبایل هامون محدوده‌ای که قرار واضح باشه رو تعیین بکنیم. حالا هر چقدر دریچه دیافراگممون بسته تر باشه این محدوده بزرگتر میشه و ما میتونیم روی نقاط بیشتری فوکس بکنیم و مانوف پذیری این خط آبی رنگ برامون بیشتر میشه. همچنین عوامل دیگه‌ای هم در عمق میدان مؤثر هستند، از جمله فاصله از سوژه. به هر میزان که ما به سوژه نزدیک‌تر بشیم، عمق میدان ما کمتر میشه و هر چقدر از اون بیشتر فاصله داشته باشیم، عمق میدانمون بیشتر میشه. فاصله کانونی لنزی که ما استفاده می‌کنیم، حالا چه لنز موبایل هامون باشه که غیر قابل تعویضه و یا چه لنزهای سنجاقی و پورتابل باشه،